راشوالان با شما راشای لد یعقوب در ادامه قوانین زمان بیکلوانا براخا میگم بیکلوانا رو در پایان تنیت نومه آ و خوبه که قبل از بیکلوانا غذایی رو خورده باشه تنشو باز کرده باشه برابری صبر کنن لخطیلا صبر کنن تا اینکه برسه زمان صدق و خوابیم اما کاملا تاریک شده باشه که به این شکل نور ما شایسته است که استفاده ببرن از اون و اگر امکان پذیره که جماعت تعیین کنن زمان بیکلوانا رو بعد از سعودا خوبه که اینگونه رفتار کنن و براخا بگن براخا رو بعد از سعودا با حالت آراسه شباب انسان کفش چرمی نمیپوشه فلان هست گالا با کفش باشه غذا خورده باشه با خیال راحت ولی که اگر جای نگرانی است که بخشی از جماعت الان اگر بعد از پایان تعنیت براخا نگن دیگه بعدا براخا رو از دست بدن براخا بگن فورا بعد از عربید و ترجیحاً بیکلوانا نمیگن در ماه آب قبل از تعنیت در زمانی که ما حالت عزاداری قرار داریم برای خرابی بتنی داشت خوبه که فردی که دور از جماعت آویل هست عزادارتون هفت روز اول براخا نگه بیکلوانا رو طی هفت روزه به شرط این که در پایان هفت روز باز فرصت برای بیکلوانا براش باقی میمونه مثلا روز چهارم ما اون فامیلش فوت کرده حالا هفت روزه هم حساب کنی تا یازدهم برای تا پونزدهم شونزدهم که فرصت داره که بیکلوانا بگه چند روزی فرصت هست و بیکلوانا رو از دست نمیده به این شکل بذاره بعد از ایام اولوتش اما اگه نگرانه که نتونه براخا بگه بر ما بعد از هفت میتونه براخا بگه تا تیه اون ایام افروزه اولود و مجازه که از خونه بیرون بیاد به خاطر گفتن بیکلوانا به صورت دست جمعی با جماعت کسی که نتونست براخا بگه بیکلوانا رو تا شب 16 همه ما که دیگه از نیمه ما گذشته دیگه اجازه نداره که بیکلوانا بگه در شب 16 هم که اینجا دیگه شک براخا لبتالا پیش میاد و حتی موقعی که میخونه براخا رو از میان گمارا یا هارانبام از کتاب های علاخا که قاموسش به آسوره که باشه اون مرخود بگه بلکه هم مجازه که براخای بیکلوانا رو بدون ذکر نام خدا شما مرخود به اون شکل بیان بکنه کسی که براخا گفته بیکلوانا رو مثلا در رسق دوشا بعد از که زمانش رسیده بوده و بعد مسافرت کرد به جایی که هنوز زمانش نرسیده بوده از جا میره مثلا آمریکا جای دیگه اجازه نداره که طی یک ماه دو بار براخای بیکلوانا بگه اگر واقع شد در شب مساعی شبات بعد از ایامی که حالا ایام بارندگی بود و زمستونی بوده باقی مونده دو سه شب فرصت هنوز هست بر بیکلوانا و ابر ظریفی پوشونده ما رو اما کاملا نور ما واضح و شفاف میشه از جناب برد و شالی اسیبول آماده شد که براخا بگه برای اینکه جماعت از یاد خوبا در بیاره چرا که از اصل دین امکانش هست که براخا گفت در امکان میکنم ابر خیلی نازک و ظریفه و نور ما کاملا واضح دیده میشه فقط بر طبق قبالاست که شایسته هست صبر کنم برای اینکه براخا بگن موقعی که حتی ابر ظریفی هم نباشه به هر حال وقتی که در چنین حالتی هست جماعت شنونده ها میتونن نیت ببندن که اگر من طی دو سه شب آینده امکان برام فراهم شد که ماهی بدون هیچگونه ابری باشه الان فقط شنونده براخا هستم بدون که نیت ببندم که از یاد خوبا خارج بشم ولی اگر دیگه فرصت پیش نیومد به وسیله شنیدن این براخا انجام وظیفه کرده باشم و چون فقط شنونده هستن با همین جواب میدن این بعدا که شرط ایجاد شد و براخا بگم براخای شناسریخا محسوب نمیشه
در متن بیکلوانا خوبه که بگه باروخ یوسرخ، یعنی زیر رش صدای ا سره باشه، باروخ یوسرخ، باروخ اوسخ، باروخ اونخ، باروخ برخ، که این تلفظ صحیح هست. و همینطور میگن لینگوا بیخ در ادامه، که اینا تو سیدورای جدید همه به این شکل رعایت شده. و ترجمه خوبه که گفته بشه در انتهاش ایلمال زا خوبه نیستایل، و لازم نیست که گفته بشه ایلمال لو زا خوبه، چرا که ایلمال خودش مفهوم اگر نه هست، یه نه اضافه لو زا خوبه نیازی نداره. در بیکردوان باز مطر سعین هست که میگیم ساسی مصمیم لحصه رسم قنه هم و نه قنام، که شاد و خوشحال هستن برای که انجام بدن رضایت پروردگارشان را، که قنه هم جمع است که مخلوقات زیادی به این گونه هستن. کسی که براخا گفته بیکردوانا رو و بعد از اون فرد دیگه یهودی دیگه میگه که بیکلوانا گفتی، میگه آره، میگه من نگفتم، من خودم بلند نیستم بگم، تو برای من بگو تا منم انجام وظیفه کنم. اجازه نداره که برگرده و این براخا رو مجدد بگه، که فقط در مورد براخای میسوت، ایسایی که وظیفه هست، مثل شب شعبات، مثل براخای شفار، آره روز روششانا و موارد دیگه، میگیم به نیسا عربیم زلازه زامن هم دیگه هستن، با وجود که فرد براخا گفته خودش قبل از دعوا خارج شده، مجدد براخا بگه تا دیگرو از دعوا خارج کنه. اما در براخایی که براخای مدح و سپاسه، مثل بیکلوانا که مدح و سپاس و درگاه اچم نسبت به آفریده‌اش هست، در چنین حالتی فردی که قبلا براخا گفته مجاز است که مجددا براخا بگه تا دیگرو از دعوا خارج بکنه. و نکته آخر، کسی که الان سیدور دمه دستش نیست و بیکلوانا هم حفظ نیست که بتونه کامل اونو بگه، حق نداره که به صورت خلاصه بیاد بگه باروخ حتی هشه منوکن رو هاولام مهدش و داشیم، چون که ماران خیدا شک داد این مورد و این جای نگرانست که شک براخای شک براخاست، باید از چنین حالتی که بیاد براخا رو خارج از اومدتی که اخوانیم تکون دادن خلاصه بکنه و بیان کنه پریز بکنه، باید صحب کنه تا سیدوری در اختیارش باشه و به شکل درست از سیدور قرائت بکنه.